یونگ داور اهل کشور کره جنوبی نبرد تماشایی النصر عربستان و ذوب‌آهن ایران آغاز میشه. زردپوشان النصر در سمت راست گیرنده های تلویزیونی مشخص هستند و سفیدپوشان ذوب‌آهن با لباس همیشگی در سمت دیگر زمین کار میکنند. یه فرصت خوب در همین ابتدای مسابقه. قاضی موقعیت توی دروازه گل برای ذوب‌آهن در دقایق ابتدایی مسابقه. محمد قاضی نمیذاره که حتی یک دقیقه از زمان بازی بگذره و خیلی زود دروازه النصر عربستان باز میشه تا خوشحالی هواداران ذوب‌آهن و منصور ابراهیم زاده رو در پی داشته باشه. حرکت زیبای محمد رضا خلدبری و سماجت محمد قاضی. ببینید این خلدبری هست، دیرپای زیبای او دو سه بازیکن رو به زیبایی از پیش رو برداشت، با پای چپ داد بین دو بازیکن حریف، قاضی گرفت عبور کرد، سه چهار بازیکن رو از پیش رو برداشت با قدرت بدنی خوب. یک ضربه پای چپ و حساب کار 1-0 میشه. ولی خوشحالیم که ذوب‌آهن در ثانیه های آغازین مسابقه به گل میرسه، اون هم روی این ضربه دقیقه محمد قاضی. هنوز فرصت دست نداده تا بازیکنان دو تیم رو خدمتون عرض بکنیم که ذوب‌آهن خیلی خوب و کوبنده بازی رو آغاز کرد، اصلا اجازه نداد النصر تو به پاشون بخوره و دروازه این تیم رو باز کردن. خلدبری توپ رو میفرسته بروی دروازه، یک ضربه سر توی دروازه ایگور کاسترو گل دوم رو هم میزنه. حساب کار 2-0 میشه. چه نتیجه عجیبی. هنوز به دقیقه چهارم هم نرسیدیم که ذوب‌آهن به دومی گل هم میرسه. ذوب‌آهن نشون میده که عزمش رو جذب کرده که دوباره در فینال قهرمانان آسیا باشه. ببینید ارسال تماشایی خلدبری و یه ضربه دقیق در دهانه دروازه از ایگور کاسترو، خط دفاعی آشفته النصر عربستان. و این هم فرصت طلبی ایگور کاسترو. خیلی عالی فرستاد خلدبری، یه ضربه فنی و دقیق حساب کار رو 2-0 کرد. از زوایای مختلف مرور میکنیم گل دوم تیم ذوب‌آهن رو. شاید النصری‌ها، هواداراشون و کسایی که حتی اعتقادی به تیم النصر ندارن فکرش رو نمی‌کردن که خیلی راحت در 4 دقیقه دروازه نباید بدن بازیکنان ذوب‌آهن که به این راحتی اونها بیان و نزدیک به دروازه بشن. نباید دست کم بگیرن النصر رو. به هر حال عرض کردم اونها دیگه چیزی برای از دست دادن ندارن. رجب‌زاده به اون سمت، قاسم حدادی، خود حدادی یا پاس در عمق عالی موقع داره، گل سوم توی دروازه ایگور کاسترو کار رو تمام میکنه. دیگه تمام النصر و باید جشن قهرمانی ذوب‌آهن رو در مرحله بعدی شاهد باشیم. چقدر عالی کار کرد این قاسم حدادی، چقدر بازیکن باهوشیه و چقدر زیبا زد. ببینید محکم روی پا الانیزی تسلیم شد، یک ضربه با پای راست. اینجا بودن یه ضربه انصافا محکم و جون داد. ایگور کاسترو ورزشگاه رو به وجه میاره. آفرین به ذوب‌آهن. عرض میفرسته جاناتان مکن توپ رو بر میگردونه. بازی زیبای ذوب‌آهنی و گلای زیبای اونها خستگی رو از تن همه خارج کرده. یه اشتباه و حالا گل النصر یکی از گلها رو خیلی زود پاسخ میده، اونم به وسیله بدر المتاوا، همون بازیکنی که ازش اسم برده بودن. ذوب‌آهنی ها نباید بازی رو رها میکردن، اما خب به هر حال ببینید یه پاس در عمق از شرط مشکوک با آفساید، گردان هم خارج شده بود و دروازه بدون دروازه ذوب‌آهن که باز شد. 3-1
66 دقیقه. ببینید فرشید طالبی جا موند و اینجا با پای چپ بدرالمتا و دروازه را باز کرد. زوباهن باز هم میتونه به نصر گل بزنه. یه حرکت دیگه کاسرو. حرکت خوب ایگور کاسرو. اگر بینه خلدری رو حالا برای خلدری داخل محوطه جریم خلدری باید بزنه ضربش رو. چند بار دور خود چرخید و توپو از دست داد. دوباره فرصت هست. یه ضربه از راه دور و توی دروازه. توی دروازه. گل زیبا و دیدنیه. شاهین خیری. زوباهن داره چیکار میکنه در این مسابقه؟ شاهین خیری حساب کار را 4-1 میکنه. گل انستیا خیلی زود پاسخ داده میشه. دروازه‌بانی مثل الانزی حالا از فاصله 35 متری دروازش باز میشه، اونم روی شلیک تماشایی و به یاد ماندنی شاهین خیری. درست روی پای راستش سوار شد و رفت و در کنج دروازه قرار گرفت. انزی که چه ارز کنم، هر دروازه‌بانی بود این توپو نمیگرفت. شلیک واقعا تماشای شاهین خیری و تسلیم شدن انزی. 4-1. یک نتیجه قاطع و کوبنده برای زوباهن و این توپی هست که به تاق دروازه میخوره و درون دروازه قرار میگیره.